چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی، یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. یا کاشکی اصلا کمتر عالم بود. یعنی در واقع مولوی میگه همه جا عالم بودن به درد نمیخوره، گاهی راهزن است. برای اینکه شخص میگه بلدم خودم، من احتیاج ندارم پیش راهنما برم، احتیاج ندارم پیش ولی خدا برم. او میگه که خیلی از عالمان دین اهل وحی و الهام نیستن، برای اینکه میگن که ما که همه چی بلدیم، میگه چی به ما وحی بشه، چی به ما الهام بشه. نه فقط پیغمبرها، چون خیلی از دانسته هایی که آدمیان میدانند، یعنی اهل عرفان میدونن، همین مولوی، اینا که پیش معلما نخونده بودن اینا رو، اینا همون الهاماته، اینا همون وحیه. ببینید ما پریشب راجع به مولا علی سخن میگفتیم، خب این نهج البلاغه اینا پر از حکمته، اینا از کجا یاد گرفته؟ معلم نداشته امرالمومنین، اینا همه الهام دیگه، اینا همش الهام بزرگان این چنینه، یعنی سرچشمه معرفتش اینطوریه. همون مثالی که غزالی هم میزنه مولوی هم داره، میگه یه حوضی رو تصور کنید که همینطور چند تا راه به او بازه و از بیرون در او آب میریزه. میگه این عالمان ظاهرن، یعنی سرچشمه های معرفتشون کتاب ها و معلم هاست و دل اونها و مغزشون مثل یه حوض چیست که از اینجا و اونجا آب وارد او میشه. اگر این دریچه ها رو ببندن و آب وارد نشه میخشکه و حوض بی آب میشه. میگه اما بعضی حوضا هستن که از اون ته و اون زیر چشمه‌ایه، اون چشمه دائما این حوض رو پر میکنه. این راه‌های بیرون هم ببندن هیچ اشکالی نداره، پیش نمیاد. مثالی که مولانا میزنه این است که میگه قلعه‌ای رو در نظر بگیری که آب از بیرون وارد قلعه میشه، وقت جنگ اگه دشمن محاصره کرد این قلعه رو از تشنگی میمیرن اهل قلعه، اما اگه چند تا چاه آب تو خود قلعه داشته باشن، چند تا چشمه آب داشته باشن، اون موقع چی میشه؟ این قلعه پایدار میمونه. میگوید که علم دو جوره، یه علمی که از بیرون میاد و این حوض پر میکنه، یه علمی که از درون میجوشه که از همون جنس الهامات، و شخص در اثر تقویتی که به ضمیر میده، تهذیبی که به نفس میده، رفته رفته اون سرچشمه های معرفت در درونش جوشان میشه و همیشه تر و تازه است و همیشه پره و خالی نمیشه، خالی نمیشه. برای اینکه به قول مولانا متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو مهراز از خالی شدن. به یک جایی وصله، به یک دریای وصله که هیچ وقت تهی نمیشه و خالی نمیشه. علم نقل یعنی همین علوم نقلی، منقولات یعنی تاریخ، یعنی فقه، یعنی علم تفسیر، اینا بالاخره علوم نقلی دیگه. میگه کاشکی به علم نقل کم بودی ملی، کمتر پر بود از اینها، علم وحی دل رو بودی از ولی، اونگاه محتاج به وحی دل میشد. وحی دل یعنی همون الهاماتی که میشد.